در پایتخت ازبکستان و در ناحیه زنگی‌آتای ولایت تاشکند هفته گذشته زیاده از 100 نفر ساکنان محلی سین و سالشان از 20 تا 60 می باشد دستگیر شدند. مردان و زنان را به شعبه کارهای داخلی ناحیه زنگی‌آتا و بر سر اداره کارهای داخلی شهر تاشکند برده پرسیش گذرانیدند. طبقی اطلاع آجانسی اطلاعات فرغانه، از گروهی تشبسکاران حمایتگران حقوق مستقل ازبکستان سورت اکرامف که به نزدیکی به بخش آنها یک گروه زنان مراجعه نموده است. آنها ابراز نمودند که صبح 14 نویبر به منزل زیستی آنها کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه زنگی‌آتای ولایت تاشکند و سر اداره کارهای داخلی شهر تاشکند زده در آمدند. کافتوکا گزارانده پروتکل آید دستگیرشوی شهروندان ترتیب دادند، ولی نسخه پروتکل را به آنها ندادند. همه کارمندان شعبه کارهای داخلی تخمیناً از شعبه و اداره آید تروریسم و اکستریمیسم در لباس شهروندی بودند. طبق گفته های یک زن، او را در خصوص جای زیست خویش و تبارش که از سال 2008 در کافتوکا برای تجاوز به ساخت کانستیتوسیونی و اشتراک در تشکیلات دینی عیبدار دانسته می شود پرسیش گذراندند. در منزل زیستی دیگر زنی دستگیر شده دلدار اعظمو در مدت یک روز 3 مراتبه کافتوکا گذرانیدند. کارمندان میلیسه پیسری او نصرالله 23 ساله را دستگیر نموده در سر اداره کارهای داخلی او را لطکوب نمودند. شوهر این زن فیض الله اعظمو از سال 2001 اینجانب برای اعتقاد دینیش ادای جزا نموده استاده است. سال 2014 به مهلت جزایی او باز 16 سال و 5 ماه ایلاوه نمودند. اینچونین برادرش شکر الله اعظمو نیز برای اعتقاد دینیش از آزادی محروم گردید. سال 2006 پس از شکنجه های شدید در بیمارخانه زندان سنگارد شهر تاشکند وفات کرده است. 16 نویبر 8 بیگاه دستگیر شدگان را غیر از 5 مرد و 2 زن آزاد نمودند. آخرین در بازداشتگاه موقتی سر اداره کارهای داخلی شهر تاشکند قرار دارند. طبق اطلاع سورت اکرامف به اداره گروه تشبسکاران حمایتگران حقوق مستقل ازبکستان تا حال در خصوص دستگیرشوی خویشاوندان مسلمانانی که گویا شخصانی برای خط سیاهی خدمات امنیتی ملی که در آن مسلمانان بدون اعتماد و شخصانی برای اعتقاد دینیش در کافتوکاوان در آورده شده است، عریضه ها آمده استاده است. دینی اکستریمیزم